به نام خدا، من هم به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان و مخاطبان و شنوندگان، کسانی که اکنون به طور مستقیم میشنوند یا کسانی که ممکن است بعدها بشنوند. در آغاز مناسب است که اشاره بکنم ما در آستانه کریسمس هستیم، یعنی عید میلاد مسیح. سنتی که در کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، کانادا، به طور کلی کشورهای مسیحی، یعنی کشورهایی که اکثریت قاطعی اونها عرض کنم که پیرو دین مسیح هستند و مسیحی خونده میشن، کریسمس رو معمولاً به عنوان عید مذهبی و به یک معنا سال نو مسیحی جشن میگیرن. هرچند به لحاظ تقویم سال نو اول ژانویه هر سال هست، اما خب از 25 دسامبر تا 30 دسامبر 4-5 روزی بیشتر فاصله نداره و این چند روز برحال به مناسبت آغاز سال نو مسیحی به وسیله مسیحیان جشن گرفته میشه و گرامی داشته میشه و اینم البته اختصاص الان دیگه اختصاص فقط به خود کشورهای مسیحی و یا مسیحیان اروپایی نداره. الان خیلی از کشورهای جهان، حتی کشورهای عربی اسلامی هم تاریخ میلادی رو که الان فرض کنید 2023 هست، یعنی در آغاز قرن، اوائل قرن سوم میلادی ما هستیم، هزاره سوم میلادی هستیم، تاریخ میلادی رو هم در کنار تاریخ هجری قمری می نویسن. الان منابع یا نمیدونم رسانه ها و یا کتاب هایی که در بیروت منتشر میشه، در لبنان و بیروت منتشر میشه، در مصر منتشر میشه، در عربستان منتشر میشه، در قطر و هر کجای دیگری از جهان اسلام منتشر میشه و حتی در ترکیه، میبینیم که تاریخ میلادی هم در کنار تاریخ هجری قمری هست. البته ما ایرانی ها تاریخ هجری شمسی رو داریم و از تاریخ هجری قمری چندان استفاده نمی شود. اکنون ممکن است که برخی از این علما، روحانیون، مراجع تقلید، اینایی که بالاخره بیشتر در فضا و فکر و فرهنگ سنتی و قدمایی زندگی می کنند، ممکنه که یا فقط تاریخ هجری قمری بنویسند و یا تاریخ هجری شمسی رو در کنار هجری قمری می نویسند. ولی به هر حال در ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی از تاریخ میلادی استفاده نمی کنه. حالا این خوب است یا بد است، من الان در مقام داوری نیستم و به هر حال تاریخ میلادی امروز یک تاریخ جهانی هست و همونجوری گفته شد حتی کشورهای اسلامی هم که بالاخره هنوز دین در اونجا بیش از ایران قدرت داره، مثل کشورهای عربی، کشورهای خاورمیانه و حتی ترکیه، و از میلادی، تاریخ میلادی هم استفاده میکنن. در صورت ما در آستانه سال جدید میلادی قرار داریم. میلاد هم وقتی گفته میشه خب میلاد مسیح دیگه، یعنی همون 25 دسامبر که جشن کریسمس هست و میگن میلاد مسیحه. از نظر تاریخی هم به یه شکلی پیوند داره با تاریخ ایران، به خاطر اینکه اونچنان که مورخین گفتند 25 دسامبر مصادف است با جشن خورشید یا جشن میترا، و خب ما میدونیم در دو سه قرن اول مسیحی، یعنی قبل از آنی که مسیحیت در بیزانس، در روم، در روم شرقی به صورت دین رسمی در بیاد، کنستانتین اون رو دین رسمی بکنه، در اونجا عرض کنم که
عموم مردم میترا پرست بودن یا مهر پرست بودن یا خورشید پرست بودن. البته خورشید پرست کلمات نادرستی است، ولی به هر حال مصطلح هست، میگن که کلمه پرستش رو به کار میبرن، چون اونها نور رو تقدیس میکردن، هیچ وقتی نمیپرستیدن، نور رو تقدیس میکردن و خورشید چون مظهر و نماد نور بود، از این جهت اون رو ستایش میکردن و اون رو حالا معروف شده که میپرستیدن. در صورت میترائیسم خیلی در اون زمان رواج داشت، حالا نمیخوام تاریخ بگم، وقت شما رو نمیخوام با این بگیرم، ولی بعد از اون خب میلاد مسیح هم در همون روزه. امروز بسیاری از مورخین که احتمال داره درست هم باشه این نظر، بر این نظرم و بر این گمانن که اصلا 25 دسامبر میلاد نور بوده، میلاد میترا بوده، میلاد خورشید بوده، که در ایران باستان، در ایران ماغرب آریایی مهم بوده و در این روز گرامی داشته می شد. بعدا مسیحیت تحت تاثیر، یا مسیحیان اولیه تحت تاثیر میترائیسم بودند و این روز رو به عنوان روز میلاد مسیحی گرفتن، در حالی که از نظر تاریخی هیچ روشن نیست که واقعا در اون روز میلاد مسیح تولد پیدا کرده باشه، زاده شده باشه، چون اصول از نظر تاریخی ما میدونیم شخصیت های مهم و اثرگذار بعدها شهرت پیدا کردند و حتی در روز مرگشون هم یا هفته مرگشون، حتی سال مرگشون هم اختلافه، تا چی رسه به تولد. در اون زمانی که مسیح در فلسطین متولد شد، در ناصره متولد شد، کسی رو نمیشناخت. خب اون زمان ثبت و شناسنامه و پاسپورت و نمیدونم هیچ هویتی هم که در اون زمان مطرح نبود. در هر صورت امروز گفته می شود که 25 دسامبر روز میلاد میترا هست، از این نظر پیوندی هم با تاریخ ایران داره. من در همین آغاز مناسب می دونم که کریسمس رو، جشن میلاد رو، میلاد مسیح رو، یا کریسمس یا اول ژانویه سال نو میلادی رو به همه مردم جهان و به خصوص به پیروان حضرت مسیح تبریک بگم، و برای ما مسلمانان هم محترم هست، عزیز هست، چون علاوه بر این که دین مسیحیت دین ابراهیمی هست، دین توحیدی هست، مسیح در قرآن بسیار بسیار گرامی داشته شده و مسیح حتی شهرت دارد که مسلمانان اولیه و حتی خود محمد شهرت دارد، البته به نظر من درست نیست، ولی شهرت دارد که در آغاز قبل از بعثتش و حتی تا اوایل بعثت هم مسیحی بوده، یعنی خود رو مسیحی می دانسته. ولی به هر حال مهمه، من تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و خوشی هم برای همه باشه. برای ما مسلمان ها هم فرقی نمی کنه که نوروزمون رو گرامی داریم به عنوان جشن ملی یا جشن میلادی رو و یا جشنهای دیگر رو، هر چیزی که جشن باشه، سرور ایجاد کنه، مردم شاد کنه، خوشحال کنه مردم رو و مردم فرصت شادی پیدا کنن، فرصت نشاط پیدا کنن، باید با تکریم و تجلیل از اونها، از اون یاد بشود. به خصوص متاسفانه هنوز عرض کنم که در فلسطین و غزه کشتار همچنان ادامه داره، قتل عام فلسطینی ها متاسفانه همچنان ادامه داره، تخریب و ویرانی همچنان ادامه داره و به نظر نمیرسه که به این زودی کشتار مردم بیگناه اونجا تمام بشود، به پایان برسد. در صورت فقط به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان آرزو میکنم که سال آینده سال صلح و امنیت در جهان باشه و از جمله این جنگ ویرانگر، این جنگ وحشیانه، این جنگ انتقامی و این کشتار واقعا وحشیانه هرچه زودتر در منطقه خاورمیانه تمام بشه و مردمان اونجا، چه کسانی که در اون سوی مرز در اسرائیل زندگی میکنن، چه در این سو در فلسطین زندگی میکنن یا در کشورهای عربی هستن، واقعا بدون دغدغه در صلح و امنیت زندگی کنن. برای همه شادی و پیروزی و صلح و امنیت آرزو میکنن. Thank you.